آریان، با اینکه آمریکا و اروپا و کشورهای غربی مدعیان که در واقع این فرایند ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین رو دنبال میکنن، میبینیم که هر روز زلنسکی داره تقاضای تجهیزات بیشتر و پیشرفته تر میکنه. امروز گفته که اصلا انبار تسلیحاتی رو به اتمامه. این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید و چرا این اتفاق داره میفته؟ خب جنگ نزدیک 4 ماه هست که ادامه داره و روسا با توجه به اینکه ارزیابی بهتری از وضعیت خودشون در منطقه دارن و توجهشون به شرقه، جنگ رو تبدیل کردن در واقع به یک جنگ فرسایشی توپخانه‌ای با استفاده از توپخانه، و در این ارتباط روسا برتری دارند نسبت به اوکراین. سلاح و تجهیزات از طرف غرب فرستاده میشه، ولی اینها همینطور که در گزارشتون هم گفتیم و زلنسکی گفته کافی نیست. سلاح‌های غربی مثلا توپخانه با بعد بلند، سامانه‌های راکتی مانند راکت اندازهای چندتایی هیمارس، اینا دقیق‌ترن، تحرک بهتری دارن، ولی وقت لازم داره و استفاده عملیاتی از اینا نیاز به آموزش داره. به همین جهته که اوکراینیا واقعا انبارشون در ارتباط با توپهای روسی که به اینا به ارث رسیده یا از زمان شوروی خالی شده و نیاز بیشتری دارند، و حتی به نیروهای اوکراینی در این ارتباط گفته که در مصرف مهمات صرفه‌جویی بکنند و به همین جهت به بسیاری از آتشباری ها جواب نمیدند. اینها نیاز به توجه بیشتر و سرعت بیشتر از طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی داره که از نظر تسلیحاتی اوکراین رو تغذیه بکنن. حالا با توجه شما اشاره کردیم به برتری توپخانه ارتش روسیه، آیا میشه گفتش که روسیه نسبت به روزهای اول جنگ و زمان ابتدای جنگ داره موفق‌تر عمل میکنه، و اگر اینطوره چرا با وجود ارسال تجهیزات غربی داره این اتفاق میفته؟ خب روسا همینطور که گفتم با توجه به اشتباهاتی رو که از نظر به حساب از دیدگاه استراتژیک در اوکراین اینا کرده بودند، خودشون رو توجیه کردند و اومدند حالا توجهشون رو به شرق گذاشتند، و همینطور هم که میدونید رئیس جی یو آر یعنی معاون در واقع رئیس اطلاعات نظامی اوکراین گفته که یک طرح عملیاتی 120 روزه برای ادامه جنگ در اوکراین را تهیه کردند و نیروهای بیشتری را هم به منطقه فرستادند. در شرق تقریبا اینها موفق عمل کردند و نیروهای اوکراینی به رغم کمک‌های تسلیحاتی که بهشون میشه و به رغم اینکه واقعا جانانه دارند می‌جنگند، ولی اونطور که باید شاید نتوانستند جلوی حرکت روسا رو بگیرند، اینها رو متوقف بکنند و یا در شرق اینها رو پس بزنند. به همین جهت در فشار و مضیقه هستند، و مهمتر اینکه در خبرتون گفتین شمار کشته ها و زخمی های اوکراینی ها داره بالا میره. سپاس بسیار از توضیحات شما. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل.